رهبر بزرگ مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های تاریخی است که بسیاری از مردم نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان درباره داستان زندگی او کنجکاو هستند. پس مصطفی کمال آتاتورک کیست و رابطه او با افغانستان و شاه امان الله خان چگونه بود؟ مصطفی کمال آتاتورک در سال 1881 در سلانیک به دنیا آمد. پدر او علی رضا افندی است و مادرش زبیده خانم. آتاتورک که تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه محله و شمسی افندی به پایان رساند، پس از تحصیلات متوسطه در دبیرستان مدنی سلانیک، تحصیلات لیسه خود را در دبیرستان نظامی سلانیک به پایان رساند. بعدها تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکده افسری به پایان رساند و زندگی نظامی خود را آغاز کرد. زمانی که او در دبیرستان نظامی تحصیل می‌کرد، معلم ریاضی او را کمال نامید و نامش مصطفی کمال باقی ماند. مصطفی کمال آتاتورک که مسیر جنگ جهانی اول را با پیروزی در چاناککالا تغییر داد، از سوی تمام جهان شناخته شد و درج تاریخ گردید. پس از جنگ جهانی اول، آتاتورک زمانی که دید با امضای آتشبس موندروز خاک وطن مشترک می شود، به سامسون رفت و نخستین جرقه مبارزات ملی را روشن کرد. سپس همراه با کنگره های آماسیا، سیواس و ارزروم ارتش را رهبری کرد تا در بسیاری از نقاط مختلف آناتولی جمع شوند و کشور را برای مبارزه آماده کنند. مصطفی کمال آتاتورک که امکان افتتاح مجلس بزرگ ملی ترکیه را در 23 آپریل 1920 فراهم کرد، با عنوان فرمانده کل مبارزه در بسیاری از جبهه‌های مختلف کشور خدمت کرد. در 5 آگوست 1921 از سوی مجلس به آتاتورک به فرماندهی کل قوا اعطا شد. همراه با موفقیت بی‌نظیرش در پیروزی در نبرد ساکاریا به عنوان جانباز و درجه مارشال مفتخر شد. مصطفی کمال آتاتورک که بازپسگیری سرزمین‌های آناتولی را با حمله بزرگ تضمین کرد، در 29 اکتبر 1923 جمهوریت را اعلام کرد. غازی مصطفی کمال پس از اینکه اولین رئیس جمهور ترکیه شد، در 1934 نام خانوادگی آتاتورک را به خود اختصاص داد. آتاتورک که از خود یک کشور عظیم را با آثار، کتاب‌ها و انقلاب‌های فراوان بر جای گذاشت، به عنوان یکی از بزرگترین رهبران جهان در تاریخ ثبت شده است. و اما رابطه او با افغانستان و شاه امان الله چگونه بود؟ دوره مصطفی کمال آتاتورک برابر است با پادشاهی شاه امان الله در افغانستان. امان الله خان پادشاه افغانستان روابط خود را با مصطفی کمال آتاتورک استحکام بخشید، تا جایی که امان الله خان در روزهای سخت افغانستان برای آموزش ارتش کشور از آتاتورک کمک خواسته بود. روابط آن زمان افغانستان با ترکیه روابط درازمدت فرهنگی و تاریخی و تاجای قومی بود. نه تنها این دو کشور با هم روابط مستحکم داشتند، بل رهبران آن آتاتورک و شاه امان الله دوستی خوب برقرار کرده بودند. در مارچ 1921 اولین سند میان این دو کشور به امضای هیئت افغانستان و ترکیه در مسکو به امضا رسید. با امضای این توافقنامه افغانستان به عنوان اولین کشور جمهوری ترکیه را به رسمیت شناخت. آتاتورک یک شهروند افغانستان را که در جنگ‌های ترکیه مبارزه کرده بود به عنوان سفیر ترکیه در افغانستان به کار گماشت. مصطفی کمال آتاتورک به عنوان رئیس مجلس ترکیه در 10 جولای 1921 به سفارتخانه آمد و خود پرچم افغانستان را برافراشت. آتاتورک از امان الله خان پادشاه وقت افغانستان در 20 می 1928 در ایستگاه راه آهن انقره استقبال کرده بود.
سران ترکیه و افغانستان در گذشته روابط دو کشور را بر روی پایه‌های مستحکم بنا کرده بودند. امان الله خان شیوه حکومتداری آتاترک را میپسندید و در تلاش تطبیق آن در افغانستان بود. با اینکه برنامه‌های شاه امان الله و آرمان‌هایش در افغانستان ناکام ماند، روابط او با ترکیه اما به اندازه قوی بود که آتاترک در دیدار با امان الله اظهار کرده بود که دو چشم دارم، یکی در افغانستان و دیگری در ترکیه است.